ادامه خبرها. مجلس ارتجاع از امروز بحث در مورد کلیات لایحه بودجه سال 93 دولت آخوند روحانی را آغاز کرد. در جریان بررسی این بودجه، نمایندگان مجلس ارتجاع یک بار دیگر فرصت برای حمله به باند روحانی را مغتنم شمردند و طی آن به تأثیرات اجرای این بودجه در تشدید بیکاری، فقر و گرانی و رکود اقتصادی اعتراف کردند. آخوند حمید رسایی عضو مجلس ارتجاع به لایحه بودجه کابینه آخوند روحانی اعتراض کرد. در بودجه سال 93 بودجه شرکت ملی نفت از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است. آیا نمیخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه میشود منابع و مصارف کل دولت در بودجه عمومی از منابع و مصارف یک شرکت دولتی کمتر است، آن هم با یک فاصله نجومی؟ موضوع مهم دیگر ارتباط بحث بودجه با توافقنامه ژنو است. اشکالات حقوقی و سیاسی توافقنامه ژنو که بنده با علم و یقین بابت پذیرش اجماعی آن از سوی دولت مردان و آقای ظریف روحانی به ملت ایران تسلیت گفتم بسیار است، اما نمیتوان واقعیت‌های روشن در توافقنامه ژنو و نسبت آن با بودجه سال بعد را ندیده گرفت. رضا عبداللهی عضو کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع نیز گفت جداول و بندهایی از لایحه بودجه هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته و قبل از تصویب اعداد و ارقام لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این گزارش در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بنابراین گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه نیست. بودجه سال 93 جز افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، گرانی و بیکاری، فقر و بی‌عدالتی برای مردم ما در سال 93 حاصل دیگری نخواهد داشت. موسوی یکی دیگر از اعضای مجلس در مخالفت با لایحه بودجه آخوند روحانی تاکید کرد آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در همین سطح نازل و دردناک فعلی انتظار زیادی از دولت مدعی امید است؟ وی قطار اقتصاد رژیم را از ریل خارج شده خواند و گفت با این روش وعده کاهش تورم و نقدینگی نه تنها تحقق نمییابد، بلکه شاهد افزایش بیکاری، ادامه رکود و حرکت صعودی نرخ تورم خواهیم بود. آخوند علی معلمی عضو خبرگان ارتجاع در دفاع از خوردن جام زهر اتمی توسط خامنه‌ای گفت مسئولان باید از اظهار نظرهای پراکنده در زمینه مسئله هسته‌ای بپرهیزند و نظر شورای عالی امنیت ملی را بپذیرند. مسئولان باید به تعبیر حکیمانه رهبری که فرمودند با مذاکرات مخالفت نمی کنم ولی خوشبین هم نیستم توجه کنند. یک نماینده مجلس ارتجاع از طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت کابینه آخوند روحانی در مجلس خبر داد و گفت این طرح با بیشترین آرا به تصویب مجمع نمایندگان رسید و به زودی تحویل هیئت رئیسه می شود. لازم به یادآوری است که در جریان جنگ و جدال گرگ‌های درون حاکمیت تا کنون 4 وزیر آخوند روحانی در مجلس ارتجاع مورد سؤال قرار گرفتند. مشاور اقتصادی آخوند روحانی اعتراف کرد بیکاری بزرگترین مشکل اقتصادی رژیم است، به طوری که ایران تحت حاکمیت آخوندها طی سالهای آینده با سیل عظیم بیکاران روبرو خواهد شد. وی ادامه داد برای ایجاد شغل برای این جمعیت بیکار نرخ رشد اقتصادی باید حداقل 6% باشد، در حالی که رشد اقتصادی 3% برای سال آینده برای رسیدن ما به هدف دور است.